سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه موزگان هستم به کانال من خیلی خوش اومدین تو این ویدیو آموزش یک مدل کور کردن رو با استفاده از سوزن تماشا میکنید که من برای قسمت سر این بلوز استفاده کردم این قسمت های سر رو با استفاده از سوزن کور کردم و همونطور که میبینید حالت کشی داره و اونطوری حالت جمع شدگی نداره یک روش خیلی ساده است که با استفاده از سوزن انجام میشه و شما برای هر نوع مدل بافتی میتونید تقریبا استفاده بکنید و لبه کارهاتون رو اینطوری قشنگ بکنید نخ رو قیچی کردم و به اندازه سه دور این قسمت نخ رو قیچی کردم و با استفاده از سوزن از ابتدای رج که اینجا ابتدای رج من هست شروع میکنم به کور کردن دو تا دانه اول رو با همدیگه میگیرم یعنی سوزن رو از داخلشون رد میکنم و میکشم بیرون و از اینجا به بعد به این ترتیب کور می کنم. دانه اول رو که یک بار نخ رو از داخلش رد کردم به این صورت می گیرم از میل می کشم بیرون بعد دوتا دانه بعدی رو می گیرم یعنی سوزن رو از داخل این دوتا دانه رد می کنم و کشم بیرون این نخ اینجا رو ابتدای رج یک مقدار سفت میکنم بعد این نخ رو میکشم بیرون خب و همین ترتیب رو تا انتها انجام میدم ببینید اولین دانه رو به این صورت میگیرم میکشم بیرون بعد این دوتا دانه بعدی رو میگیرم دوباره دانه اول رو میگیرم میکشم بیرون بعدش این دوتا دانه رو میگیرم سوزن رو از داخل این دوتا رد میکنم و میکشم بیرون نخ رو سفت میکنم و دوباره اولین دانه و این دوتا دانه و همین ترتیب رو تا انتها انجام میدم به انتهای رج رسیدم این چندتا رو با هم انجام میدیم این دانه رو به این صورت میکشم بیرون و از داخل این دوتا رد میکنم میکشم بیرون الان دو تا دانه دارم دانه اول به این صورت از میل خارج میشه بعد از این رد میکنم از یه دانه دیگه باید رد کنم میام این قسمت ابتدای رج این دانه اولم خب این انتهاش رو این قسمت دانه رو آخرین دانه رو میگیرم از توش رد میکنم این دانه رو میگیرم از میل میکشم بیرون بعد دوباره از همین جا رد میکنم و میکشم بیرون انتهای رجم به این شکل است از این قسمت اینجا رد می کنم نخ رو میفرستم پشت بافتم و یک مقدار میکشم داخل بافت و دیگه قیچیش میکنم این هم از آموزش این مدل کور کردن که خیلی ساده هست امیدوارم که استفاده بکنید ممنونم از اینکه من رو تماشا میکنید اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید به هم انگیزه میده ویدیو بیشتری با شما به اشتراک بذارم از بفتنی لذت ببرین و تا ویدیو بعدی خدافظ.